برنامه پس از خبر خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور، و از ایشان خواهیم پرسید که آنچه که برمیگردد به مراد بهداشت شهروندان و همچنان آنچه که برمیگردد به مسئولیت حکومت افغانستان تا کنون چه کرده و چالش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور چه خواهد بود و این وزارت و در مجموع حکومت افغانستان چه تدابیری برای فروکش کردن این بیماری در افغانستان خواهد داشت. در ابتدا گزارش میبینیم و دوباره برخواهیم گشت. سخنگوی وزارت صحت عامه کشور در یک نشست خبری تایید کرد که یک فرد مبتلا با ویروس کرونا در ولایت بلخ جان باخته و جسد وی در یک ولسوالی زیر اداره طالبان به خاک سپرده شده است. وزارت صحت عامه مرگ اولین مریض مثبت ویروس کرونا را در ولایت بلخ تایید میکنه. مریض جسدش در ولسوالی های تحت تسلط طالبا برده شده و در اوج دفن شده. جزئیات بیشتر بعدا با شما شریک ساخته میشه. در این حال شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 34 مورد افزایش یافته که 10 واقعان در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده است. به این ترتیب 18 مورد مثبت در ولایت هرات، 3 مورد مثبت در ولایت سمنگان، 2 مورد در کابل، 2 مورد در زابل، 2 مورد در بلخ، 2 مورد در لوگر، 1 مورد در قندهار، 1 مورد در غزنی، 1 مورد در بادغیس، 1 مورد در دایکندی و 1 مورد مثبت هم در ولایت کاپیسا می باشد که 2 فرد مبتلا در ولایت کابل دیپلمات های خارجی و بقیه افراد هم برگشت کنندگان از بیرون کشور می باشند. تعداد واقعات شاید در ظرف 2 هفته دیگر رو به افزایش باشه، گراف بلند میشه. از اون لحاظ ضرورت است که و تمام پیام‌ها توجه جدی صورت بگیره. وزیر صحت عامه کشور خانه قرنطین شهر هرات و محدود شدن گشت و گذار و توقف بس‌های شهری در کابل شده و از شهروندانی که سنشان از 65 سال به بالاست می‌خواهد در خانه‌های خود بمانند. خطرات در شهر کابل جدی است. دیگه از او خاطر از هموطنان خود خواهش می‌کنم که موضوع را جدی بگیرند. وزیر صحت عامه هشدار می‌دهد که اگر باشندگان کشور بد توصیه و عمل نکنند وضعیت بحرانی خواهد شد. دوباره خوش آمدید و حال هم آغاز میکنیم گفتگو را با جناب آقای وزیر. سلام به شما جناب فیروز، وقتتان بخیر. بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. اگر از اینجا آغاز کنیم که چرا گذاشتین که وضعیت هرات بحرانی شد و حال هم نگرانی رو به گسترش و افزایش است؟ سلام به شما و بینندگان محترمتان. پیش از اینکه بس سوالتان جواب بدم، واقعاتی که جدید راپور برای ما آمد 6 واقعه جدید دیگر 34 واقعه داشتیم. فعلا 40 واقعه مثبت در افغانستان، 3 واقعه در ولایت هرات، 2 واقعه در ولایت فرا و 1 واقعه هم در ولایت غور راپور داده شده که جمعا تعداد واقعات مثبت در سرتاسر افغانستان به 40 واقعه میرسد. موضوع گسترش ویروس کرونا در افغانستان نه تنها که بلکه در دنیا رو به افزایش شد و کشورهای پیشرفته با سیستم های بسیار مدرن، تکنولوژی پیشرفته، قوای بشری با ظرفیت هم نتانستن با این پدیده مبارزه کنند و برای از یک راه حل پیدا کنند. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که اگر صادقانه صحبت کنیم نسبت به ما در حالت خوبتر قرار داریم. تا هنوز ما نسبت به همسایه‌های خود تعداد واقعات کم داریم، هنوز هم تعداد واقعات مشکوک ما کم است، اما این به این معنی نیست که در پیشروی ما یا در چند روز آینده واقعات در افغانستان افزایش پیدا نکنه. از اون لحاظ است که ما همیشه به هموطنان خود هشدار میدیم که دقت کنند، به پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنند، همکاری بین سکتوری تقویه شود، سخنانی که گفته میشه جدی گرفته شود. امیدوار هستیم که با این مکانیزمی که کل دنیا با همین شیوه مبارزه کردن علیه پدیده، ما هم جزی دنیا کوشش داریم که افغانستان آری از این ویروس بسازیم. اگر آری نمیشه به خاطر از این بسیار مشکل موضوع است، حداقل تاخیر بیاریم در تعداد واقعات و بتانیم آمادگی را و شرایط بهتر بسازیم برای مبارزه علیه ویروس. خب آنچه که برمیگرده به مبتلا شدن افغان ها در ایران، اگر اشاره داشته باشین که چه زمانی واقعا قرار بود و باید نیاز بود که مرز بسته می شد و چقدر تا کنون افغان ها از ایران بازگشت کردن و برنامه چی است بخاطر مهار این وضعیت؟
اصلا وقتی که ویروس کرونا در چین بود، افغانستان با همه اتهامات که دولت افغانستان و وزارت صحت‌عامه افغانستان گرفته بود، الحمدلله ویروس در افغانستان نامد. اما متاسفانه زمانی که ویروس در کشور همسایه ما غربی، هم کشور غربی یعنی همسایه غربی ما، وقتی که شیوع کرد و به شکل بسیار سرسام‌آور رشد کرد، یک از هموطنان ما ایران هم به شکل جبری یا ایست که از ترس ویروس کرونا یا خواستن دوباره با وطن خود عودت کنند. با وجودی که ما به شورای امنیت ملی یک بار پیشنهاد ارائه کردیم، برای یک روز مرز بسته شد، اما متاسفانه این بسته شدن مرز دوام نکرد. بالاخره افغان‌ها به شکل بسیار کتلوی داخل افغانستان شدند که در این بین یا عامل انتقال ویروس بودند. کاری را که وزارت صحت عامه افغانستان انجام داد و انجام داده است این بود که در مرز سکرینینگ، خصوصا در مرز هرات، فرا و نیمروز، تیمای سیره که بتانه او افرادی که حداقل شکایت دارند یا ایست که از این اعراض علائم مشابه به این مرض دارند و یا ای که امراض متممه مثل که فرط فشار، مثل شکر، مثل سرطان و امثال که چونیا معروض به خطر بسیار زیاد هستند، یا را در مرز شناسایی میکرد، در صورتی که اعراض علائم داشت یا را در قرنطین خانه روان میکرد. اما متباقی مردمه، چون صادقانه برای ترس کنم، هر روز بیش از 15,000 هموطن داخل افغانستان میشد. اکثرا ما متهم به این میشیم که چرا یار ما مانع نشدیم. اول هموطنهای ما را مانع شدن از کشور ایران به داخل افغانستان، یعنی افغان مانع شدن یک کار مشکل بود. یک دو توقع بود که ما باید در مرز کمپ میساختیم، اما زمانی که قرنطینه به شکل علمیش تعریف کنیم، قرنطینه عبارت از یک محل است که در او حداقل یک انسان باید یک اتاق جداگانه داشته باشه و یک تشناب جداگانه داشته باشه. درست. اما اگر ما در افغانستان زیر ساختار نیست، ایجاد کم این یک گپ بسیار مشکل بود، با وجودی که ما با نهادهای معتبر بین المللی، نهادهای تکنیکی مشوره انجام دادیم که اگر ما بتونیم حداقل کم بسازیم که بتونیم این افغانایی را که روزانه 15,000 می برای 14 روز نگاهش کنیم، و برای ما پیشنهادشان این بود که یک گپ ناممکن است، بلکه این کمپایتان شاید خودش عامل رشد ویروس در افغانستان باشه. ناممکن است که به این تعداد که حداقل 15,000 نفر در روز برای 14 روز که میشه بیش از 120,000 نفر. بحث خیلی طولانی است جناب فیروز، و اگر بپردازیم مشخصا چون فرصت هم اندک است، در رابطه با آنچه که گفته شد 40 تن مثبت اعلام شده در سراسر کشور، آخرین آماری که شما دادین، میشه که اگر اشاره داشته باشین که سرخ کدام ولایت است، سبز و زرد چنین وضعیتی داریم، و در کنارش کسی که در افغانستان و در بلخ بر اثر بیماری جان باخته از کجا آمده بود و مشخصا در کدام ولسوالی بلخ جان باخته و کسی بود که آیا فرار کرده بود از بیمارستان چند قبل شایع شده بود و یا نه؟ در موردی که کدام ولایت افغانستان در خط سرخ و خط سبز و خط زرد قرار دارند، اول خویی را باید به صراحت بگویم که ولایت هرات ولایت مرزی ماست با کشور ایران. اکثرا هموطنهای ما که ولا ویروس دارن یا ندارن، اولین دخولشان، نقطه داخل شدنشان در افغانستان ولایت هرات است، و از امو لحاظ است که ولایت هرات هر روز واقعاتشان زیاد شده میره. این امروز هم این لحظه ای که ما برای شما راپور و ازارات صحبت میکنم، 3 واقع جدید در ولایت هرات ثبت شده که این امروز میتونم برات بگم که 6 واقع در هرات مثبت شده. همچنان ولایت فرا، غور، نیمروز ولایاتی است که واقعا در معروض به خطر هستند. ولایت دیگه افغانستان هم چون اکثر هموطنان ما از طریق هرات به تمام ولایت افغانستان رفتن، زمینه انتشار مرض در کل افغانستان موجود است. در یک تعداد ولایات واقعات مثبت شده، و ولایاتی که خطرپذیر هستند، ولایاتی که نیستند تمامش. اما این را بر صادقانه گفته میتونم که عکس کل ولایت افغانستان معروض به خطر است، اما ولایت غربی ما بیشتر به معروض بیشتر، یعنی به خطر بیشتر مواجه هستند. درست. موضوع مرگ هموطن ما ایر تایید میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان تایید کرده که اولین واقعه مرگ از سبب مرض کرونا در ولایت بلخ یک هموطن ما 40 ساله بوده اتفاق افتیده. این راپوری بود که امشب برای ما رسیده. انشاءالله در قسمت دیتیلش تا
توضیحات لازمه فردا توسط وزارت صحتانه افغانستان ارائه خواهد شد. خب اگر بپردازیم به کابل، چنانچه دیده شده در گزارش هم دیدیم که دو دیپلمات به این ویروس مبتلا شدند. آیا احتمال قرنطینه کابل هم وجود دارد در کنار هرات که شما خواسته بودین و تا چه زمانه؟ آیا ممکن است که یک آمار و زمان بتین که تا چه وقت ممکن است که کابل و یا هرات قرنطین شود؟ برای ولایت هرات چون واقعات امروز این شش واقع جدید در ولایت هرات شاهد بودیم و همچنان خطر رشد ویروس و انتشارش در ولایت هرات موجود است، پیشنهاد ما به دولت افغانستان و ریاست محترم جمهوری پیشنهادی بود که ما قرنطینه یا بسته شدن شهر هرات که تمام رفت آمد بسته شود، پروازهای هوایی و زمینی بسته شود و در ضمنش مردم از خانه های خود نبرن حداقل برای دو هفته در ولایت هرات ضروری است. در صورتی که گپ اتفاق نفته، واقعا این صادقانه برتان عرض میکنم که شاید ما شما شاهد یک بحران بسیار کلان در افغانستان باشیم. در کابل صحیح که شهر کابل هم از خاطر تعداد نفوذی که در شهر موجود است، از خطر انتشار ویروس موجود است، تعداد واقعات مشکوک پیش ما امروز در حدود 200 تا 220 واقع هنوز سمپل وجود داره. دو واقعی که مثبت شده اکثرا دیپلمات های ظاهرن. تماس ما با جناب آقای فیروز قطع شده و تلاش میکنیم که دوباره با ایشان تماس برقرار کنیم. چنانچه خب تماس ما دوباره برقرار شده. مهربانی جناب فیروز، میشنویم ادامه صحبت هایتان. بخاطر چالش هنوز پا برجاست. آقای فیروز گفتند که آخرین آماری که به دسترسشان قرار گرفته 40 تن مورد مثبتشان تایید شده و 3 مورد در هرات، 2 مورد در فراه و یکی هم در غور. ادامه گفتگو با آقای فیروز. جناب فیروز، اگر مشخصا چون فرصت کم است ازتان بپرسم که واقعا تا به حال چند تن از هموطنان ما بررسی شدند، آزمایش شدند، آمار وجود دارد در برابر کسانی که مثبت اعلام شده موردشان و اگر بتونین جزئیات ارائه کنین که تا چه زمان ممکن است که تمام شهروندان افغانستان چک شوند، بررسی شوند؟ تا کنون در حدود 600 واقعه که از پیش سمپل گرفته شده و تست برای تشخیص مرض کرونا انجام شده، از جمله 600 نفر تا حال را 40 نفر مثبت بوده. فعلا در حدود 30 یا 32 سمپل هم در لابراتوار که امشب بالایش کار میشه متوقع واقعات منفی بوده. اما پیام ماییست، پیام اصلی با استفاده از فرصت با دلیل مشکلات فنی تلاش میکنیم که تماس ما با جناب فیروز قطع نشه. آقای فیروز اگر صدای ما را دارین، باز هم میشه که آنچه که برمیگرده به عمل کرده شهروندان، آنچه که برمیگرده به مسئولیت باشنده های کشور دیده میشه که روز گذشته ما دیدیم که با توجه به هشدارهای متواتر شما و حکومت افغانستان به تفریح و به تجمعات رفته بودند. واقعا این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه، ما چطور میتونیم از یک فاجعه جلوگیری بکنیم و یا مردم دارن خودشان شریک به میان آمدن این فاجعه میشن؟ بدون شک بسیار پیام عالی دادین. در صورتی که هم وطنای ما با ما همکاری نکنه، پیامای ما را دقت نکنه، با اهتمامات گرفته شده با آنچه که حالا تازه ترین جزئیات هست میخواییم با بیننده هایی که تازه به ما پیوستن شریک بسازیم. خب ادامه صحبت های آقای فیروز. پیام ما این بود که احتمال خطر وجود داره، احتمال زیاد خطر وجود داره به خاطر از این که هیچ کشور بی آسیب از این پدیده نمانده. افغانستان الحمدلله تال وضعیتش خوب بوده، اما بعد از این زمینه رشد ویروس وجود داره. ما هشدار به هموطنهای خود میتونم در صورتی که با ما همکاری نکنن، در صورتی که اجتماعات ترک نکنن، در صورتی که حق و ناحق در شهر گشت و گذار نکنن و پیامهای ما دقت نکنن، به گفتهای ما توجه نکنن و عمل نکنن. درست. خب آرزو دارم که تماس ما دوباره وصل شود. بله. خب جناب فیروز، اگر بپردازیم به آنچه که برمیگرده به وضعیت عمومی افغانستان،
چرا ما نتونستیم از آنچه که حالا در هرات اتفاق افتاده جلوگیری کنیم؟ بحثی است که هنوز هم حل نشده. شما شورای امنیت به یک نحو پیامش برای مردم رساندین که عمل نکرده، اما تا چه زمان تمام مردم افغانستان آزمایش خواهند شد، بررسی خواهند شد؟ خب تا چه زمانی ممکن است که تمام شهروندان افغانستان بررسی شوند و آیا ممکن است که به این زودی ها قبل از این که کدام فاجعه واقعا اتفاق بیفته این عملکرد صورت بگیره و امکانات شما در چه حد است، در صورتی که ما تنها در کابل و هرات میتونیم آزمایش بکنیم و دیگر در باقی ولایات اصلا امکانات نداریم چنان شما گفتید؟ در مورد آزمایش و بلند بردن ظرفیت آزمایش خدمتتان عرض کنم که تا دیروز هم کابل با ظرفیت 50 تست در روز بود که امروز با توجهات خاص همکارای ما ایره تانستیم که به 100 واقعه در روز برسانیم. لابراتوار در ولایت هرات ایجاد شده، در چند روز آینده انشاءالله تعالی که در بلخ ایجاد. خب آرزو دارم که تماس ما وصل شود، که وصل شد. خب جناب فیروز، با تأسف و معذرت که وضعیت انترنت هم ظاهراً حالت خوبی نداره، اگر صدای مرا دارین بازم کوتاه از شما میخوایم بپرسم که در کابل ما به خاطر از اینکه از وضعیت و از گسترش ویروس جلوگیری بکنیم تا 10 روز برنامه چی است؟ ما چه خواهیم کرد؟ آیا ممکن است و یا احتمال از این است که تمام اداره های حکومتی مرخص شوند، کارمندانش و از راه دور فعالیت آغاز شود و این ظرفیت وجود داره؟ اگر پیام بتونه دوباره تکرار کنیم؟ خب آیا احتمال قرنطینه کابل تا زمانی که شما میتونین برای بیننده ها بساز تشریح بدین که هست وجود داره؟ تا چه زمانی ممکن است کابل قرنطین شود؟ با توجه به اینکه شما گفتین از 600 آزمایش 40 مورد مثبت است، یعنی تقریبا نزدیک به 8% و این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه ممکن بلند بره. زمینه اگر درست سوال شما را گرفته باشم، زمان قرنطینه در یک شهر یا یک ملک وضع میشه با وجودی که کشورهای همسایه ما بدون در نظر داشتی کرایتریا، مثلا هند با وجودی که هنوز گردش وایرس در جامعهش وجود نداره، اما تمام هند امروز معروض به قرنطین ساختن. اما پیام ایست که در صورتی که گردش وایرس در شهر کابل گردش اجتماع شوه یا لوکل سرکولیشن گفته افراد تخنیکی عملی شوه، یعنی یقینی شوه، بعد از اون مجبور و مکلف هستیم ما شما به خاطر جلوگیری از این وایرس باید شهر قرنطین کنیم، حتی شهر لاکداون کنیم، رفت آمد مردم توقف بکنه. او یگانه وسیله است که میتونیم ما انتشار یا می زنجیر انتقال وایرس به تاخیر پرتیم و از این طریق میتونیم فرصت ایجاد کنیم تا به هموطنان برسیم و مردم ما از نجات بتیم. در صورت افزایش آمار شما در حداقل چند بستر دارین تا در خدمت شهروندان باشه و اونا زیر بررسی و مداوا قرار بگیرن؟ ما خود 3 سناریو را مد نظر گرفتیم. سناریو اول است که در صورتی که تعداد افراد کم باشه، شفاخانه که در شهر کابل و همچنان در ولایات و خصوصا در شفاخانه‌های اوزعی ولایت تنده افغانستان ایجاد کردیم و رسیدن به مریضانی بسنده خواهد بود. و در عین زمان ما به خاطر سناریوی دوم بعضی محلات دیگر هم مد نظر. ظاهرا صدای مرا آقای فیروز دارن و دوباره میخوایم از شما بپرسم جناب فیروز، و با تاسف که وضعیت اینترنت خوب نیست باز هم تکرار میکنیم، که در اماکنی که طالبان هستند در ولسوالی ها و مناطق، از اوجه وضعیت اطلاع دارین که چگونه است و شما ممانعت به خاطر پیشبرد امورتان وجود داره نداره در اون مناطق؟ بدون شک ما با وجودی که تعداد سمپلای واقعات مشکوک از ولایات مختلف افغانستان خصوصا از ساحاتی که تحت کنترل مخالفین است هم به دست آورده ایم. از او خاطر است ما امروز پیام دادیم به طالبا که در قسمت چون یک پدیده است که همه را معروض میکنه، کلگی را آسیب پذیر میسازه، از او خاطر به خاطر جلوگیری با این پدیده باید مشترکاً همکاری انجام بدیم و مراکز سی ما را حمایت کنند، پرسنل سی ما را حمایت بکنند. فعلا هم صادقانه
ولایت نیمروز، ولایت فرا و ولایت هلمند اکثریت مراکز سیهی ما در چند روز اخیر توسط مخالفین بسته شده. قیام مایی است که بسته شدن مراکز سیهی نه در دیر دوام میکنه بجز اینکه آسیب پذیری کلگی ما را زیاد کنه. ما در صورت که ما برای تمام مردم افغانستان است بدون در نظر داشتی که کی مخالف است و کی موافق است. از این خاطر تلاش مشترک، همکاری مشترک و پیامی است که امیدوار هستم که ویروس کرونا بتانه با وجود بسیار خرابیایش، بسیار دربدریایش موجب وحدت شود، موجب همکاری بین مخالفین و دولت افغانستان شود. بدون در نظر داشت سیاست، خاص به خاطر مبارزه با این پدیده و خاطر نجات افغان ها. درست. در رابطه به آنچه که برمیگرده به وضعیت افغان ها در ایران، آیا اطلاعی وجود دارد که چند افغان بر اثر بیماری ویروس کرونا درگذشتند در ایران و شمار در شبکه های اجتماعی چنین می نویسند که دکتران و بخش بهداشتی ایران بر افغان ها توجه جدی نمی کنند و اونا را مورد مداوا قرار نمی دهند؟ وضعیت اطلاع دارین چی است؟ چیزی که ما اطلاع داریم دقیقا فعلا در حدود دو واقعه فوتی که از سبب کرونا از کشور ایران به افغانستان آمده و در ولایت هرات دفن شدن و در ضمن پیام ما به همسایه ما به همسایه به کشور اسلامی ایران است که هموطنایی که معروض به مرض هستند با ایشان کمک بکنه و یا حتی مهاجرینی که میخواین داخل افغانستان بیان اول کوشش کنن که به شکل کتلوی روان نکنن و دوم برای تمامش معاینات انجام بدن. زمانی که داخل افغانستان می حداقل یک سرتیفیکیت داشته باشه که یک کار اخلاقی است، یک کار اسلامی است. از او خاطر توقع ما از کشور ایران همی که افغانا را در ظرف 3 دهه به شکل مهاجر پذیرفتن در این وقت با وجودی که بحران در کشورشان است اینم قابل درک است برای ما، بازم توقع ما است که احترامانه داخل به افغانستان روانشان کنه. وقتی که میاین حداقل معاینات صحی ابتدایی برشان انجام شوه، یک سرتیفیکیت برشان بده، این بر ما میتونه سهولت های درست. آرزو دارم صدای مرا جناب فیروز داشته باشن. اگر صدای مرا دارن میخوام بپرسم که بی توجهی شهروندان واقعا ممکن است که چه وضعیتی را به بار بره و هرات تا کدام وضعیت قرنطینه نخواهد شد؟ آمار به کجا برسه؟ در صورتی که هموطنان ما همکاری نکنند، موضوعات را جدی نگیرند، ویروس کرونا را باعث یک پدیده که جهان به چالش آورده، علم و ساینس و طبابت امروزگی را به چالش آورده، این مورد توجه قرار نتن، ما شاهد یک فاجعه انسانی بسیار کلان در افغانستان خواهیم بود. و همچنان سفارش ما به هموطنان هرات هست که باید قرنطینه قبول کنند، گشت و گذار کم کنند، از خانه های خود بیرون نبرایند، حداقل بر 2 هفته هر مشقت و مشکلاتی را که مواجه میشن تحمل کنند. این تحمل سبب از این میشه که هم خود نجات بتن، هم خانواده های خود نجات بتن. خب و هم کل گزینه بعدی قبل از اینکه برین به هرات چی است؟ آیا واقعا گزینه روی میز است که قرنطین عمومی شه و هیچ کسی حق نداشته باشه تا حداقل گشت و گذار کنه و بدون کار ضروری آنچه که دیگر کشورها انجام میتن در کابل هم عملی شوه؟ چنین گزینه است؟ خب اگر صدای مرا دارین جناب فیروز، گفتم گزینه بعدی چی است در صورت بی توجهی شهروندان و هرات تا چند روز ممکن و تا کدام وضعیت تا کدام آمار قرنطین خواهد شد؟ گزینه بعدی است که دولت افغانستان به هر نحوی که میشه به خاطر نجات افغانا باید دیسپلین وضع کنه، شرایط اضطرار را تحمیل کنه سر مردم، مردم مجبور و مکلف است قبول کنن، در غیر از او با شیوه دموکراتیک مبارزه با ویروس کرونا ناممکن است و احتمالات مرگ و میر در افغانستان بیشتر میشه، فاجعه بیشتر میشه، یک ضربه است که به اقتصاد ما میآید، به اجتماع میخوره و به صحت ما خواهد آمد. و هرات تا کدام وضعیت قرنطین نخواهد شد؟ و اگر نشه پیام و هشدار ما به شکل منیس یک مسئول، منیس یک فرد تکنیکی برای مردم هرات و برای دولت افغانستان است، در صورتی که هرات قرنطین نشه احتمال فاجعه کلان است. نه تنها که هراتی های عزیز ما آسیب پذیر میشه، بلکه اکثریت مردم افغانستان از پیامد منفی یا عدم قبول کردن قرنطین آسیب پذیر خواهند شد.
بسیار زیاد تشکر جناب فیروزدین فیروز، وزیر صحت عامه، که فرصت گذاشتین و اطلاعات با بیننده ها شریک ساختین. ممنون از شما. ممنونتان. سلامت. و سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که تا این دم بیننده برنامه بودید. و باز هم در اخیر آخرین جزئیاتی که از آقای فیروز داشتیم، 40 واقعه مثبت در افغانستان به ثبت رسیده که بیشترین در هرات، 3 مورد تازه هم در هرات، 2 در فرا و 1 هم در غور. احتمال قرنطینه هرات بسیار بلند است و در کنارش وضعیت کابل هم چندان خوب نیست و از 600 واقعه که تاکنون آزمایش شده 40 مورد در افغانستان مثبت بوده، یعنی که 8% آمار بلند است و اگر این وضعیت کنترل نشه و شهروندان توجه نکنند ممکن است که ما شاهد یک فاجعه باشیم. پس از همه شهروندان خواهش میکنیم و خواهش کردن مقام های حکومتی تا حفظ الصحه و نکات بهداشتی را مراعات کنیم تا از گسترش ویروس و به وجود آمدن فاجعه در کشور جلوگیری کرده باشیم. ممنون از همراهیتان. دیدار بعد. خدا نگهدار.